دولت لیبی روز یک شنبه در پاسخ به واکنش اروپا به سرکوب مخالفان در این کشور، اتحادیه اروپا را تهدید کرد همکاری‌های خود را بر سر مبارزه با مهاجرت غیرقانونی با این اتحادیه متوقف می‌کند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دولت لیبی را به پذیرش خواسته‌های مشروع مردم مبنی بر اصلاحات در این کشور دعوت کرده بود. وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا خواستار خیشتنداری دولت لیبی با مخالفان است، گفت این امر مورد توافق وزرای امور خارجه اروپا برای انتخاب روش‌های مسالمت‌آمیز به جای سرکوب مخالفان در لیبی است. همزمان وزیر امور خارجه لوکزامبورگ نیز با اشاره به سرکوب تظاهر کنندگان در لیبی گفت کسانی که به حقوق بشر احترام نمی‌گذارند و با استفاده از روش‌های قرون وسطایی سعی در خفه کردن صدای مردم دارند، باید در دادگاه بین‌المللی مورد محاکمه قرار بگیرند. قرار است روز دوشنبه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا نشستی را برای بررسی تحولات در کشورهای عربی خاورمیانه برگزار کنند. خبرنگار یورونیوز در گزارش خود از بروکسل می‌گوید در حالی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است برای اعلام پشتیبانی از مصر به این کشور سفر کند، میان برخی از کشورهای اروپایی در مورد بحران لیبی توافق 100% وجود ندارد و ممکن است بن‌بست‌های جدیدی بر سر همکاری با این کشور در زمین‌های مختلف از جمله مبارزه با مهاجرت غیرقانونی ایجاد شود. بروکسل.